Sual 121. Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag. Sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt, یک حزب میخواهد در بوندستاگ آلمان باشد. با این حال، او باید ولی یک حد اقلی از سهم رای داشته باشد. این یعنی 5% هرده، مانع 5%، Zulassungsgrenze، حد پذیرش، بازیسویت، ارزش پایه، یک شماره به خصوص پایه، ریختلینیه، دستورالعمل. جواب 5% هرده، مانع 5%. سوال 122. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind کدوم اصل در آلمان مشمول انتخابات است؟ انتخابات در آلمان هستند frei, gleich, geheim. آزاد، مساوی و مخفی. offen, sicher, frei. Rock und Pustkante, ایمن و آزاد. geschlossen, gleich, sicher. بسته، مساوی، امن. sicher, offen, freiwillig. امن، باز یا rock und Pustkante, freiwillig یعنی به طور داوطلبانه. جواب frei, gleich, geheim. سوال 123. Was ist in Deutschland die 5% Hürde? در آلمان مانع 5% چیست؟ Abstimmungsregelung im Bundestag für kleine Parteien. قوانین رأی‌گیری در بوندستاگ برای احزاب کوچک. Anwesenheitskontrolle im Bundestag für Abstimmungen. کنترل حضور در بوندستاگ برای آرا. Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. حداقل تعداد آرا برای ورود به مجلس. Anwesenheitskontrolle im Bundesrat für Abstimmungen. کنترل حضور در بوندسرات برای آرا. بوندسرات هم که یعنی شورای فدرال. جواب: حداقل تعداد آرا برای ورود به مجلس. سوال 124. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl. انتخابات بوندستاگ در آلمان هست انتخابات des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, انتخابات صدر اعظم در پارلمنت در لندن انتخابات پارلمان ایالت ها des Parlaments für Deutschland انتخابات پارلمان در آلمان des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin انتخابات رئیس جمهور فدرال جواب انتخابات پارلمان در برای آلمان سوال 125 این اینا دموکراتی است اینا فونکسیون فون ریگلمسیگن والن در یک دموکراسی کارکرد انتخابات منظم این است که دی بورگر و بورگرینن تو زوینگن ایره شتیمه ابزوگیبن که شهروندان رو مجبور به رأی دادن کنند nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen. که به اکثریت رای دهندگان اجازه دهد تا دولت را تغییر دهند. Im Land bestehende Gesetze beizubehalten. قوانین موجود در کشور را حفظ کنند. Den Armen mehr Macht zu geben. که به فقیران بیشتر قدرت بدهند. جواب که بر طبق اکثر آرا امکان تغییر دولت رو فراهم کنند. سوال 126. Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor einer Wahl? رای دهندگان واجد شرایط در آلمان قبل از انتخابات چه چیزی را به دست میارند؟ چه چیزی رو دریافت میکنند؟ Eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde. یک اطلاعیه انتخابات از سوی شهرداری. Eine Wahlerlaubnis vom Bundespräsidenten von der Bundespräsidentin. یک مجوز رای از رئیس جمهور فدرال. Eine Benachrichtigung von der Bundesversammlung. یک اطلاعیه از مجلس فدرال. Eine Benachrichtigung vom Pfarramt. یک اطلاعیه از Pfarramt. Pfarrer
به کشیش میگن، به کشیش کلیسا میگن پفا. پفاامت اداره برای کلیساها، برای مسیحیا. جواب یک اطلاعیه رای گیری از شهرداری. سوال 127 Warum gibt es die 5%-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil... چرا در قانون انتخابات جمهوری فدرال آلمان این مانع 5%ی وجود دارد؟ او وجود دارد برای اینکه دی پروگرام فون فیلن کلاینن پارتاین فیل گمینزامکایتن هابن. برنامه های بسیاری از احزاب کوچک اشتراکات زیادی دارند. Die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können. شهروندان میتونن با احزاب کوچیک زیاد، وقتی احزاب کوچیک زیادی وجود داره، سردرگم بشن. Viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. احزاب‌های کوچیک زیاد تشکیل دولت رو دشوار میکنن. Die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen. احزاب کوچک اونقدر پول ندارن که بتونن به سیاستمداران پول بدن. جواب چون احزاب های کوچک زیاد باعث سخت شدن تشکیل دولت میشن. سوال 128 Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man. به نمایندگان مجلسی که توسط شهروندان انتخاب میشن گفته میشه Abgeordnete نمایندگان مجلس Kanzler Kanzlerinnen صدر اعظم Botschafter Botschafterinnen سفیران Ministerpräsidenten Ministerpräsidentinnen نخست وزیر جواب Abgeordnete سوال 129 Vom Volk gewählt wird in Deutschland توسط مردم انتخاب می شود در آلمان der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, صدر اعظم der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes نخست وزیر یک ایالت der Bundestag, Bundestag der Bundespräsident, die Bundespräsidentin رئیس جمهور فدرال جواب der Bundestag سوال 130 Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? کدوم برگه رای در انتخابات فدرال معتبره؟ کدوم یکی از اینها؟ خب اگر ببینید اونجا نوشته که Sie haben zwei Stimmen یعنی شما دو تا رای دارید. دو تا رای هر کس میتونه بده. پس اینه که سه تا هست مشخصه که اشتباه است. و بعد نوشته اینجا نوشته hier eine Stimme اون بر نوشته hier eine Stimme یعنی یه دونه رای باید این بر باشه یه دونه رای باید اون بر باشه هر دو رای نمیتونه یک طرف باشه پس دو سه هم اشتباه جواب پس هست یک